سلام، سید نیا جریحه دار شده به خاطر اینکه تعداد زیادی از زنان در دفاع از آهو دریایی اعتراض اوریان کردن. ایشون میگن که فقط اینا مثل که منتظر بودن یکی لخ بشه که اینا بدو بدو برن لخ بشن. خب مسلمه که نمیشه انتظار زیادی داشت از مجری شبکه من و تو، اما خب ماهیت اعتراض همینطوره. یه نفر حجاب میسوزونه، بعد 20 نفر و 30 نفر و 1000 نفر و 100000 نفر میان همین کارو میکنن. اعتراض اوریان هم به عنوان یک اعتراض همینطوره، یک نفر میکنه، بعد 100 نفر، بعد 100000 نفر. ایشون میگن که این اعتراض رو نمیپسندن و دارن رک این حرف رو میزنن. خب وقتی که حرف قدرت رو میزنی که لازم نیست حرف از رک بودن بزنین. حرف قدرته، حرف جمهوری اسلامیه، حرف حزب اللهی است، حرف شاه اللهی است. شما نمیپسندین و فکر میکنین که زشته، از واژه زشت استفاده کردین در رابطه با بدن زن و اعتراض اوریان. بعد میگین اعتراض اوریان توپو میندازه توی زمین دشمن. استفاده از همین واژه زشت و عیب و این دیدگاه اسلام زده و دیدگاه جمهوری اسلامیه که توپو میندازه توی زمین دشمن. شما نمیپسندین، خیلی از ماها میپسندیم. بدن زن حق زن. شما قرار نیست مثل ملای بالا سر یا پدر سالاره که اون بالا وایستاده با انگوش بگه این زشته، من نمیپسندم. به درک نمیپسندین. خیلی از ماها میپسندیم به خاطر اینکه اینو خوب میفهمیم که بدن زن میدان جنگ علیه زنان و برای سرکوب جامعه و زنانه و این بدن در دست خود زن یک ابزار و یک میدان برای نبرد رهایی نه فقط خودش بلکه کل جامعه است. راه‌های دیگه مبارزه هست به قول شما؟ بله، خب مسلمه که هست. اعتراض اوریان باز تعریف میکنه کنترل بدن زن دست کیه؟ نه مذهب، نه ملت، نه دولت، نه مرد سالار، پدر سالار و نه کسایی که اونجا وایستادن هی میگن که اعتراض اوریان زشته، من نمیپسندم. به درک نمیپسندیم. حق منه به عنوان یک زن که این نوع اعتراض انجام بدم. به نظر من اعتراض رادیکال انقلابی و آهو دریایی خوب این درس رو به شما یاد خواهد داد. برهنگی آهو دریایی محور انقلاب زن زندگی آزادیه. پشت فرهنگ مردم دوباره قایم نشین. این با فرهنگ مردم ایران مغایرت دارد. این با فرهنگ کل مردم جهان مغایرت دارد. با فرهنگ اسلام زده شما 100% مغایرت دارد. ولی این انقلاب زن زندگی آزادی که داره میزنه نه فقط به جمهوری اسلامی بلکه به کلن به اسلام و عقاید ضد زن، ضد بشری، این درس رو به زودی به همه خوب یاد خواهد داد.